آشقان راستین ایران زمین درود بر شما به دومین برنامه خبری امروز از کانال کیوسک خوش آمدید در دقایق پیش رو با دو خبر مهم در خدمت شما هستیم مرگ اسفهان قطعی است پلهای معروف زایندرود در حال ریزش کامل صبر راهبردی نظام و شکستی مفتزهانه که هنوز گریبانگیر سپاه است قبل از ادامه برنامه از شما یاران کانال میخواییم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. مرگ اسفهان قطعی است. پلهای معروف زاینده رود در حال ریزش کامل. یک کارشناس زمینشناسی تکتونیک با اشاره به رکورد 184 میلیمتری فرونشست زمین در اسفهان طی یک سال گفته در صورت تداوم این وضعیت اسفهان بین سالهای 1409 تا 1415 به بیابان تبدیل می شود. آخرین عکس منتشر شده از وضعیت این روستای اسفهان خبر از گسترش بی سابقه چند ترک بزرگ و عمیق بر روی سیاسه پل اصفهان می دهد. در روزهای اخیر خشکی زاینده رود، ترک برداشتن سیاسه پل و به دنبال آن ریزش پل خاجو و پل شهرستان آه از نهاد مردم اسفهان برآورده است. کارشناسان محیط زیست به گسترش فرایند پوک شدن خاک بستر پل و رفت آمد کنترل نشده گردشگران و رهگذران از روی پل ها هشدار می دهند. فرونشست زمین در ایران سالهاست هشدار کارشناسان را در پی داشته و ایران دومین نرخ فرونشست زمین در جهان را دارد. بحران به حدی گسترده است که به گفته کارشناسان نیمی از جمعیت کشور بر روی پهنه درگیر با فرونشست زندگی می کنند. طبق استاندارد جهانی چهار میلیمتر فرونشست در یک سال به معنای بحران است. فرونشست زمین در اسفهان تا 184 میلیمتر در سال افزایش داشته و 45 برابر نرخ جهانی است. رضا اسلامی کارشناس زمین شنستی تکتونیک در گفتگو با وبسایت رویداد 24 گفته ما 45 برابر نرخ جهانی در اصفهان فرونشست داریم. خرداد 1400 تا خرداد 1401 به وسیله جی پی های دو فرکانس 24 ایستگاه در اصفهان نشان داد که نرخ فرونشست در شمال غرب تا شمال شرق اصفهان سرعت بیشتری پیدا کرده و 158 میلیمتر را نشان داد. این کارشناس زمینشناسی توضیح داده که ما وقتی بخوایم سرعت را کنترل کنیم، باید برداشت را از آبخوان کم کنیم. شما یک اسفنج را در نظر بگیرید. با چند سرنگ از آن آب بکشید. وقتی آب تمام شد، آن اسفنج مچاله می شود. برای بازگشت به شرایط عادی یا باید آب تزریق کنیم. یا برداشت نکنید. آبخان اصفهان هم توسط چاهای کشاورزی، صنعتی و شهری درگیر مشکل است. زاینده رود هم که تغذیه کننده اصلی آبخان اصفهان بوده است، سالانه 20 روز باز است. رضا اسلامی با تاکید بر اینکه در صورت تداوم این وضعیت اصفهان بین سالهای 1409 تا 1415 به بیابان تبدیل می شود افسوده. در صورت ادامه این روند در سال 1415 دیگر آبی در آبخانهای اسفهان وجود نخواهد داشت. این در حالی است که هیچ چاه تازه حفر نشود اگر باز هم چاه حفر شود در سال 1409 آبی وجود نخواهد داشت. آبی هم که الان از عمق 200 متری میکشند، وضعیت خوبی ندارد. به گفته این کارشناس 600 دشت در ایران داریم بیش از 400 دشت تحت تاثیر فرونشست است کاشمر نیشابور سمنان دامغان سرخ، دریاچه ارومیه درگیر فرونشست است از یک استان فقط یک کوستان درگیر فرونشست نیست اما برخی نقاط شرایط حادتر است چون اصفهان در دشت اصفهان برخار بنا شده و دونی میلیون جمعیت دارد این پدیده داخل شهر هم رخ داده است و وقتی به کاشمر میروید، روید فرونشست در اطراف شهر است. او افسوده در جنوب شیراز هم تمرکز جمعیتی آنقدر بالا نیست اما در جنوب شهر تهران فرونشست داخل شهر آمده است یک زمانی استان همدان رکورددار فرونشست بود اما تحقیقات جدید سازمان زمین نشان داد که به لحاظ مساحت درگیر استان اصفهان اول است به لحاظ نرخ فرونشست است استان فارس رکورددار فرونشست است و 450 میلی متر در سال یعنی 100 برابر نرخ جهانی فرونشست داریم به لحاظ ریسک بالا شهر اصفهان پر ریسک ترین شهر فرونشست است 760 هزار واحد مسکونی با پالایشگاه فرودگاه و شهرک های صنعتی در استان خطر فرونشست را جدی تر می کند راهن اصفهان شیراز که از منطقه مهیا رد می شود کنار ریل ترک های فرونشست داریم همزمان با آمارهای تکان دهنده ارائه شده از سوی این کارشناس شامگاه گذشته یک فرونشست 8 متری زمین در یکی از های اسفهان سبب شکستگی لوله آب و سقوط یک درخت در گودال حاصل از فرونشست شد محمد شرگتی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان درباره این فرونشست گفته این فرونشست به طول 8 متر و عرض 4 متر باعث شکستگی لوله آبرسانی 300 میلیمتری چدنی از دو نقطه شد که باعث آبگرفتگی گرفتگی خیابان پیاده رو و تعدادی از مغازه‌های مجاور محل فرونشست شد عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی روز چهار مردی بهش ما هشدار داد وضعیت فرونشست زمین در اصفهان به اندازه جدی است که ساختمان های تاریخی این شهر را تهدید می کند. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییرات پی, پی مدیریت میراث فرهنگی اصفهان خطاب به عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت در این شرایط آقای وزیر در حال انجام چه کاری است؟ صبر راهبردی نظام و شکستی مفتزهانه که هنوز گریبانگیر سپاه است پس از آنکه اسرائیل فرماندان سپاه پاسداران و منافع جمهوری اسلامی در منطقه را بارها هدف حمله قرار داد و حتی ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را به ویرانه بدل کرد حامیان محور مقاومت به این نتیجه رسیدند که رژیم ایران باید واکنش نشان دهد به ویژه که شعار جمهوری اسلامی مبدی بر اینکه پاسخ به اسرائیل در زمان و مکان مناسب داده خواهد شد به ناامیدی و ناراحتی همه حامیان جمهوری اسلامی منجر شده بود از سوی دیگر ناتوانی آشکار رژیم ایران در مقابل با دسترازی های خارجی به حیثیت و اعتبار آن آسیب شدیدی وارد کرد و مخالفان رژیم را در سراسر سر ایران به ابراز مخالفت واداشت در نتیجه رژیم جمهوری اسلامی ناگزیر شد برای کاهش خشم ملت کاری بکند رژیم ایران برای دستیابی به این مقصود مسعود قلمرو پاکستان را هدف حمله موشکی قرار داد و سپس با مرزبانان افغانستان درگیر شد افسون بر این سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق و ادلب سوریه نیز حمله کرد پس از هدف قرار دادن کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن افسران ارشد سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی به این واقعیت پی برد که پاسخ مستقیم به اسرائیل به امری اجتناب ناپذیر بدل شده است و برای خروج از ورطه در فرماندگی و شکست جز حمله به اسرائیل راه حل دیگری وجود ندارد سرانجام جمهوری اسلامی در حمله نمایشی صدها موشک و پهپاد را به سوی اسرائیل شلیک کرد اما این حمله نه تنها آسیبی به اسرائیل وارد نکرد که به تلاویو جرأت داد تا پایگاه هشتم شکاری اسفهان را هدف حمله قرار دهد نمایش مفتزهانه قارقرک های زنبوری سپاه که صدایش در آن شب کذایی تمام خاورمیانه را پر کرده بود بار دیگر نشان داد این سپاهی که حداکثر توانش فساد و مستعانه صدوده هست چیز بیشتری در چنده ندارد در عوض برای مردم ایران با تیر مستقیم کلاشینکوف و سیمینوف زنان و کودکان معترض را هدف قرار میدهد پاسخ نمایشی جمهوری اسلامی قدرت دفاعی ارتش اسرائیل را آشکار کرد و قابلیت آن را در عرصه پدافند هوایی ثابت کرد و نشان داد که کشورهای عربی از جمله اردن از تهدیدهای جمهوری اسلامی حراسی ندارند و این حمله می تواند مسیر همکاری اسرائیل و کشورهای منطقه را برای استقرار سامانه های پیشرفته پدافند هوایی هموار کند تا خاورمیانه در معرض تهدید هیچ گونه حمله هوایی قرار نگیرد جمهوری اسلامی ایران بر این باور بود که پاسخ بزرگ موشکی و پهبادیش به اسرائیل آسیب بسیاری به با آن کشور وارد می کند. اما ناکارآمدی آشکار این حمله ماهیت قدرت نظام رژیم ایران را برملا ساخت و نشان داد که در رویارویی مستقیم توانایی چندانی ندارد و هر گونه تلاش برای اقدامی فراتر از حمله نمایشی به اسرائیل جمهوری اسلامی را به سوی فروپاشی سوق می‌دهد. دیگر اینکه بر همه آشکار شد که جمهوری اسلامی هرگز به دنبال آزادسازی فلسطین و قدس نیست زیرا در جریان حمله تلافی جویانه تنها شعارش انتقام فرماندان سپاه پاسداران بود و از شعار آزادی قدس خبری نبود. در فرجام می توان گفت که شکست حمله نمایشی به اسرائیل رژیم جمهوری اسلامی را بار دیگر به عقب نشینی به سوی سیاست صبر استراتژیک سوق داد. سیاستی که ناتوانی ها و کاستی هایش را میپوشاند. یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم. فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاش شبانه روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیت ترین بسته های خبری به شما عزیزان رو داره. با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید. شب بر همگی خوش پاینده ایران.